من این 4 سالی که فنلاند بودم دکترا میخونم، خب همه زندگی معطوف بود به اپیدمی و اینا. یه سه تا از کارهایی که کردم و بهتون نشون دادم، 3-4 تا کار دیگه هم هست که نشون ندادم چون خب وقت نیست. چند وقت پیش رفته بودم یه مدرسه کنفرانسوری توی ابوظبی و برای آدمای جامعه شناس تور بود، کامپیتیشن سوشال ساینس، و اونجا ما یه پروژه باید انجام میدادیم که پروژه خیلی بامزه پیش رفت و ایده این بود که، حالا خیلی داستان و قصه پشتش هست، و ایده این بود که آیا موفقیت سریال های ترکی رو میشه به صورت کم می نشون داد یا نه. این سوال بامزه بود که من برام دغدغه است، چون سینما برام مهمه و این یه چند تا کار جدی هم میشناسم که آدم ها انجام داده، و گفتیم خب چرا که نه. خلاصه 3 تا آدم خیلی باحال به تورمون خورد. گوانکویی از آکسفورد بود، عبدالباسط از پنستیت اومده بود آمریکا، سلچان هم از سوئد اومده بود، و اینا هر 3 تا جامعه شناس بودن، جامعه شناس اصولی ها، نه از این فیزیکایی که میرن 3 واحد کورس ایدکس میبینن بعد میگن ما شدیم جامعه شناسی. حالا من که ترینینگشون جامعه شناسی بوده و حالا دارم میان سمت کارهای عددی. بعد همینطور که میبینید غیر از این عباس بیچاره که این تحفیزی بیسته، اینا همشون سوسیالیجیستن و مدلای مختلف. حالا نه همشون یه چیزن، ولی خب مثلا این خودشو تحلیلی معرفی میکنه، خودشو محاسباتی، خودش عددی، و برای خودشون هم با مزه است که اینقدر تنوع داره. ولی خلاصه این بود که این پروژه خیلی متفاوت از پروژه قبلی من، و آخر این ارائه میخوام یه بحث جدی هم کنم. و از طرف دیگه ما 4 تا آدم فهمیدیم خیلی علاقه داریم به سینما. حالا نمیدونم شما فیلم دریمرز رو دیدید یا نه، و با همین ذوقی که این 3 تا آدم دارن راجع به سینما حرف میزدن، ما هم داشتیم با همین ذوق راجع به سینما حرف میزدیم اونجا، و این سبب شد به شروع یه پروژه. و پروژه این بود که بریم ببینیم به صورت کمی میشه موفقیت سریال ترکیه در نظر گرفت یا نه. ولی قبل از اون من میخوام یه چیزی بگم، یه اینتروداکشنی بگم، که یک موضوعی وجود داره به اسم شکل ریاضی داستان ها، و این از اونجایی شروع میشه که خیلی سال پیش یه نویسنده‌ای که خیلی من دوستش دارم، یه نویسنده آمریکایی، اومد یه تز ارشدش که بعداً هم ریجکت شد، یه حرفی زد، گفت آقا تمام قصه های دنیا رو که نگاه میکنید اینا رو میشه تقسیم بندی کرد به یه سری تعداد انگشت شماری کلاس یا گروه، و از همه مهمتر اینا شکل های ساده هن. برای من همه من نمیفهمم چرا کامپیوتر نمیتونه این شکل ها رو بفهمه. این آقای کورت ونگات، این خیلی من خوشم میاد ازش، خیلی آدم باحالیه، و یه تاکی هم داره که روی یوتیوب میتونید پیداش کنید. حالا من بهتون یه کمی حرفای ساده بزنم. ما میدونیم که هر قصه یه شروعی داره و یه وسطی داره و یه پایانی. اینا از زمان یونان باستان میدونیم و خب چیز جدیدی هم نیست. ولی چون حالا میخوایم راجع به شکل ریاضی داستان حرف بزنیم، مثل هر مسئله دیگه باید پایین شروع کنیم بیایم بالا. بعد میدونیم که توی داستان یه سری پیچ داریم، یه سری پیچش داریم، یه سری تویست داریم. من ممکنه بعضی واژه رو بد ترجمه کنم، عذر منو نخواهید همین اول کار، بذارید بریم جلو. و تویست سبب میشه که داستان هیجان توش پیدا بشه و آدما خسته نشن. خب برای همین معمولا میشه یک قوس داستانی تعریف کرد، یک آرکی تعریف کرد برای هر قصه ای، که مثلا از یه جایی شروع میشه چیزها، یه دفعه چیزا بهتر میشن، بعد دوباره چیزا برمیگردن پایین و همینطور میرن. و این توی ادبیات مختلف اسمای مختلف داره و لزوما هم یه دونه قله نداره. ما میدونیم که همونطور که تو فیزیک هم بلدیم، اینا یه راف سرفیس رو درست میکنن، بالا و پایین زیاد هست و همینجور میره جلو. حالا حرف ونگور اینه که وقتی شما به همه قصه های دنیا نگاه کنید، حالا دنیای اون دنیای انگلیسی زبانه، میبینید که اگر بر اساس تحول گود نیوز و بد نیوز به قصه نگاه کنید، یه تعداد انگشت شماری قصه هست که خودش میگه 8 تا، یا به قول ما فیزیکی ها یه سری کلاس عمومیه، کلاس جهان شمولی هست برای طبقه بندی داستان ها. مثلا میگه پیرمرد دریای همینگوی رو در نظر بگیرید،
این نمودارایی که خود کورت ونگورت میکشه سر اون کلاسی که داره لکچر رو میده ویدیوش هست، میتونید راحت توی یوتیوب پیدا کنید. میگه مثلا توی این پیرمرد و دریا چیز از یه جای خوب و خوشحال شروع میشه، میره جلو افت میکنه، اتفاقات بد میفته، بعد دوباره چیزا بهتر میشه و سرانجام از یه جایی که بهتر از وضعیت شروع بود در میاد. به این میگه، به این میگن کلاس منینه هول، یه آدمی که افتاده تو چاله تو چاله در میاد. این خیلی تیپیکال قصه های آمریکایی. یه قصه دیگه هم هست، یه آدمی تو زندگی روزمرهش میکنه، نه شاد نه ناراحت، یومیه است، شبیه داستان جین ایر برونته. بعد خلاصه دختری رو میبینه و دوستان حال میکنن، زندگی خوب میره، بعد خلاصه چالش پیش میاد، کات میکنن، فلان میشه، زندگی بد میشه با یه شیبی تقریبا زیادی، و بعد دوباره یا حالا اینجایی که اتفاق خوبه میفته و این میره بالا و چیزا خوب و خوش و سر میشه. اینم یه کلاس دیگه از داستان هست. یه دسته داستان داریم بهش میگیم داستان های سیندرلا. چیزا از جای بعدی شروع میشن، این دختر مادرش مرده، نامادریش بده، این اتفاقا یه سری افت و خیز داره ولی واقعا چندان چیزی تغییر نمیکنه تا سرانجام یه اتفاقی میفته، یه چیزی جدی عوض میشه ولی دیری نمیپاید، همه چیز بد میشه، بد میمونه ولی سرانجام همه چیز سوپر خوب میشه و میره حالا. این کلاس سیندرلا. حالا اینکه چقدر این نموداره دقیقه، اینا یه چیز شماتیکیه که یه نویسنده داره میکشه. خب من دارم از نگاه یه آدمی که دستش انتگرال تالو نگرفته حرف میزنم. خب اینو اینجوری نگاه کن. خلاصه میگه یه سری کلاس دیگه هم هست، مثلا کلاس داریم مثل قصه های کافکا. همه چیز خیلی بد شروع میشه، خیلی هم ادامه خوبی نداره، سرانجام هم افتضاح همه چی میره به بدترین شکل ممکنش. خب 8 تا پلات میکشه و میگه که آقا این 8 تا پلات های عمومی هست، هر 8 تا هم اسم مفصلی. و سوال اینه که خب آیا اینو میشه کوانتیفای کرد؟ همونجور که اول خود اون سخنران خود آقا میگه که چرا اینو نمیشه بدیم به کامپیوتر. و جواب این سوال، من خیلی به این فکر میکردم تا اینکه پارسال توی یه ایونتی توی لیک کومو ایشون رو دیدم. پتر داد، این یه گروهی داره توی دانشگاه ورمونت، اون شمال آمریکا، و اینا یه بخشی از پروژه هاشون اسمش هست کامپیوتیشنال استوری لب، و کارهایی که میکنن خیلی بامزه است. این اسلایدهای من همه توی اون هوم پیج من هست، میتونید ببینید، یعنی اسلایدها رو باز کنید و این ویدیو که کلیک کنید سخنرانه پتر رو میبینید. بعد اونجا پتر راجبه کارهایی که کردن گفت و از جمله اون کارها کوانتیفای کردن این حرف. این اومدن مثلا یه ابزاری درست کردن اسم هدنومتر. هدنومتر میاد یه تکسی رو میگیره و کلمات اون تکس رو نمره میده. نمره از 1 تا 9، از 100 تا happy، خوشحال 9 بالاترینه و همطور کمشه تا 1. این اومدن یه چیزای مختلف ترین کردم. مثلا یکی از چیزایی که مردم روز زیاد انجام میدن اینه که فرض کنید شما میرید از یکی از این فروشگاه‌های اینترنتی یه جنسی می‌خرید، بعد میرید پایینش کامنت می‌ذارید. یکی دیگه میاد کامنت دیگه می‌ذاره، یکی دیگه میاد کامنت دیگه می‌ذاره. وقتی شرکت می‌خواد تحلیل کنه این کامنت‌ها رو، نمی‌تونه که همه رو بشینه بخونه. یه سری راه وجود داره که شما میاد به اون کامنت‌ها، به کلمات، به جمله‌ها نمره میدید و مثلا رضایت مشتری رو بین مثلا 1 تا 9 اندازه‌گیری می‌کنه. اون موقع میتونید مثلا در کل ببینید که آقا این محصول انقدر رضایت مشتری داشته، این سرویس انقدر رضایت مشتری داشته، این آرایشگر انقدر آدم‌ها رو خوشحال کرد. اینا هم یه کار مشابهی کردن و بعدش اومدن مثلا تمام واژگان توی انگلیسی رو نمره دادن. مثلا ها 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 این 7.9 میگیره، کیسینگ 7.9 میگیره، همطوری تا چیزای بعد مثلا کیلز 1.7 میگیره. از این کارا اینو زیاد کردن توی این آزمایشگاه. اینا کلی ور رفتن به همچین چیزی و حالا یه دستگاهی ساختن، یه متر ساختن اسم هدنومیتر، که شما میتونی یه کتابی رو برداری اینو بهش بدی و این کتابو بهت نمره بده. کاری که اینا توی این پیپر 2016 شون کردن، اومدن که تمام قصه های انگلیسی رو از این پروژه گوتنبرگ برداشتن و هر داستان رو تقسیم کردن به چانک های 10,000 کلمه‌ای و این 10,000 کلمه 10,000 کلمه 10,000 کلمه رو به ترتیب زمانیشون، یعنی به ترتیبی که اومده، دادن به این دستگاهشون و این دستگاه اینا رو نمره داده. به همین خاطر شما میتونید با یه داستان شروع کنید، این داستان رو تبدیلش کنید به یه سری زمانی و این سری زمانی به شما میگه که چقدر این اتفاقات خوبن یا بدن، خوشحالن یا غمناکن.
تا قصه تموم بشه. همه قصه ها رو هنجار میکنیم به یک بازه مشخص 0 تا 100 و میبینیم که این اتفاقا این تایم سریه چجوری عوض میشه. مثلا این نموداریه که برای کتاب آخر هری پاتر میدن و همطور که میبینید افت و خیزا زیاده، یعنی نگاه میکنه از شروع قصه تا آخر قصه و بعد همینجا مثلا گفته که اینجا چه اتفاقی داره میفته، اینجا چه اتفاقی میفته. و همطور که میبینید ما الان یه سری زمانی داریم با امش افت و خیز جدی و حالا میتونیم این کار رو راجع به تمام پروژه‌های تمام کتاب پروژه گوتنبرگ کنیم. و حالا که این کارو میکنیم میتونیم بیایم کلاسترینگ کنیم، میتونیم بیایم قصه ها رو تقسیم کنیم. اولا ببینیم که چند تا تعداد بهینه طبقه ها یا کلاس هامون چند تاه و بعد چه ساختاری داره. اینا این کارو کردن. این پیپر اومد بیرون، اسمش هست The Emotional Arcs of Stories are Dominated by Six Basic Shapes. حرف ونگارد بود 8 تا ولی اینا میگن 6 تا. علتش همینه که دوتا کلاسی که اون بزرگوار تعریف میکنه از لحاظ عددی همیشه تو کلاس‌های دیگه طبقه بندی میشن. حالا اینو من راجبش حرف میزنم، ولی چیزی که مهمه اینه که این حرف تناظر فوق‌العاده عالی داره با حرف اون بزرگوار. خلاصه اینا اومدن، من راجب این دیتیل محاسباتش نمیخوام حرف بزنم، به سه روش ممکن مثل پرینسیپال کامپوننت انالیسیز و هایرارکیکال کلاسترینگ و سلف اورگانایزد مپ و همین کارو کردن و به نتیجه یکسانی رسیدن. نتیجه هم همون بود که وقتی شما تمام قصه ها رو نگاه میکنید میبینید که میشه به 6 تا کلاس تقسیمشون کرد و این قوس داستانی ها رو بر اساس این 6 تا کلاس جهان شمولی معرفی کرد. و اینا قاعدتا همون اسمایی رو دارن که قبلا گفتیم، این وسطیه، من این حوله، یا آدمی از یه جای خوب شروع میکنه اتفاقات بدی میفته، بعد اتفاقات خوب میشن و سرانجام هم از نقطه آغاز بهتر بود. و این خیلی بامزه بود برای من، این پروژه خیلی خیلی بامزه بود برای من. بعد ما گفتیم که خب این راجبه قصه ها بود، راجبه فیلم ها چی؟ میتونیم این کارم راجبه فیلم ها کنیم؟ خب جواب اینه که آره میتونیم، یعنی بالاخره فیلم اسکریپت داره، فیلم نامه داره، میتونیم همین کاری که اینا با قصه ها کردن رو بدیم به فیلم و سریال هم همین. ولی خب سوال اینه که فیلم غیر از قصه است، یعنی یه کتاب فقط یه متنه ولی فیلم مؤلفه ویدیو داره، یعنی تصویر داره، صدا داره، بعد شما رسمن دارید اکتورا رو میبینید، زیبایی اکتورا میتونه اثر بذاره و خلاصه انگار که فیلم ها بیشتر از یه کتاب دارن دیتا میدن. با این وجود یک گروه اومده سال 2021 اینا برداشتن فیلم های هالیوود رو این کار رو کردن، گفتن آقا ولش کنید این قصه ها رو، فرض کنیم فیلم چیزی نیست جز همان سناریو، اون چقدر فیلم نام خوبه. اومدن برداشتن این کار رو با فیلم ها کردن و مجددن اینا هم دیدن که تمام قصه هایی که توی سینما یا هالیوود فروخته میشه رو میشه به 6 دسته تقسیم کرد. یه سری تفاوت وجود داره، مثلا من این هول اینها یکم متفاوت از من این هول رمان ها. مثلا من این هول توی رمان ها همیشه انتها بهتر از ابتدای، ولی این همه درسته. یا مثلا عمق دره ها یا ارتفاع قله ها متفاوته ولی کماکان این 6 تا کلاس رو در میاد. بعد اینا براشون مهم بود ببینن که این کلاس ها چجوری ارتباط داره با فروششون تو گیشه یا موفقیتشون توی رنکینگ های جهانی یا داوری ها و این حرفا. ببینید این چیزیه که واسه یه نوول ها گفتیم، مثلا این من این هول اینجا شروع شد اینجا میومد بالا ولی این برعکس بود، ولی این 6 تا شکل کلیو تقریبا متمتیکلی داره. خلاصه حرف اینا این بود که آقا آمریکا این قصه منین هول، این رویای آمریکایی داره هم از همه بهتر میفروشه، هم توی رنکینگا بیشتر موفقه، یعنی هم کامرشیالی ساکسسفوله، هم مثلا اگر برید آی ام دی بیشو نگاه کنید کلی مردم لایک کردن، کلی هم کامنت گذاشتن. و خب اینم انتظار میرفت دیگه. خب ببخشید عباس ترسیدم مثلا تو که یه مثال از این فیلم هایی که این
این بهترین فروش رو داشتن، میتونی یه دونه مثال فیلم بگی ازش؟ آره میگم دیگه، یکیش همون، من یه لیستی دارم، بذار میتونم الان اصلا یه لحظه بدم این ته اینو بهتون نشون بدم، اسپول کنم. این مثلا میبینید اینو سایز تصویر به قدر آره خون نمیشه. آره این مثلا یه لیستی گذاشتم از فیلم هایی که اینو گذاشتم، مثلا شما برای من این هول، لورد آف درینگز یکیشه، دیپارتد یکیشه، نمیدونم گادفادر اولیش یکیشه دیگه، این گادفادر بده، بعد دیگه مایکل میشه همه کاره. خب یا مثلا این شاوشانگ ریدمشن، رستگاری شاوشانگ، رستگاری شاوشانگ که اینجوریه که آدم ها زندانن، در به دری هن، تونل میزنن تا بیان بیرون. خب یا از اون طرف میتونید اینا رو نظیر به نظیر کنید دیگه، اسپایدرمن هست، اتفاقات زیاد جالب نیست، بهتر میشه، سیندرلا توره بد میشه، ولی خب همه نجات پیدا میکنه. اوکی حالا من برمیگردم به اینا، اینا میتونید خودتون پلاتو ببینید با دیتیلای زیادش. بذارید برگردیم سر کاری که میکنیم، بعد میتونیم دوباره بریم. سعید هم فکر کنم سوال جانم، او سعید از من خیلی تو این چیزا متخصص تره. سعید جان تو فیلم متخصص دارن، قبلش که پشت دادی گفته اینایی که میگن که سوشال ساینتیستن ولی فیزیکیان، حالا بعدا حالا تو میگن سلام، ولی آخره اسلاید هم بیشتر دارم از این حرف، حالا بگو از این پشت بیشتر دارم. سوالم این بودش که کل رمانایی که نگاه کرده بودن انگلیسی زبان بود، کل فیلم هم انگلیسی زبان ها؟ فیلم ها که فیلم های هالیووده، یعنی دیتیل کنید میبینی اونم 1327 تا استوری پروژه گوتینبرگ هم که همه انگلیسی زبان هم. آره درست. خلاص اینا کاره بود که مردم کرده، من این کار رو نکردم، اینا دستشون درد نکنه. و یه سری ریزالت بامزه دیگه هم دارم، مثلا گفتن که آقا، چون چیزی که من نگفتم اینه که هر کدوم از این کلاس ها تعداد یکسانی قصه ندارم، یعنی شما مثلا ممکنه ببینید که توی یه خم داستانی تعداد بیشتری داستان داره، اینها اینم مهمه. بعد اینا مثلا اومدن بررسی کردن که آقا این الگوی رایز اند فال، اینکه همه چیز خوب بشه ولی در نهایت بد بشه، اینا فقط وقتی خوب میفروشن که مثلا یه فیلم حماسی خفنی چیزی در بیاری، مثلا بتمن نولان باشه، اینو خوب میفروشن. اگه اینجور الگوا رو در نیارن زیاد تو گیشه موفق نیستن. یا از اون طرف فرض کنید شما بیاین همه فیلمای لو باجت رو نگاه کنید، اون موقع انگار این الگوه واسه فیلم های لو باجت بیشتر میفروشه، یعنی این فیلم که همه چی تهش در به دری و بدبختی و تراژدیه، انگار توی این فیلم های لو باجت راحت تر خوب فروش میره. این هم میذاره بهش فکر کنید، منطقی ها، یعنی آدم دستش میاد. بعد میگه که این مدل الگو اصلا توی این جشنواره خوب عمل نمیکنه. من نظر شخصی اینه که خیلی طبیعیه دیگه، این مدل داستان که این حجم از افتادن و بالا و پایین داشته باشه رو جامعه سفیدپوست زیاد حال نمیکنه، زیاد خوشش نمیاد و به نظرش الکیه. ولی این حرف چیزها، حرف بی حساب کتاب، از این حرفایی که یه نمودار میبینی براش فرضیه میسازی. خلاصه اینا از این کارو کرد. بعد ما اومدیم چیکار کنیم؟ ما گفتیم خب بذارید با توجه به این کاری که مردم کردن بیایم این سریال ترکیه رو ببینیم که چرا اینقدر اینا معروف شدن. بعد خب سلجانم چیز بود، خودش ترکه و بهتر اینا رو میدونه هست. و دو تا سوال جدی داشتیم، یکی اینکه عامل تمیز دهنده سریالای ترکی بر اساس این آرکاشون چیه، و بعد اینکه چه جوری اینا اصلا دیفیوز کردن توی فرهنگای مختلف. اوکی و یه سری هم هایپوتز داشتیم، مثلا ما نشستیم یه مش آدمه، مثلا من ایرانی، سلطان ترک، عبدالباسط پاکستان و گوانکوی هم که خب چینی بود، یعنی هیچ کدوم سفید پوست نیستیم و توی شرق دنیا قصه های جور دیگه هست، فرهنگ یه جور دیگه است. یعنی ما به طور خاص خاورمیانه ها به شدت تحت تاثیر داستان هوبوتیم، ما به شدت تحت تاثیر داستان هاییم که انتهاشون غم انگیزه، یا کلن غم انگار توی فرهنگ ما جدی تره. این چیزی بود که هر چهار نفرمون هم نظر بودیم. و این داستان گل و بلبل امریکن دریم هم ما نداریم، مثلا خوشمون هم نمیاد. بعد گفتم خب اگر این هایپوتیز ما باشه، پس احتمالاً رایز فال، یعنی اون الگوها و اون خمهای داستانی، اون قوسهایی که اولش خوب میشه ولی بعد میشه، باید پاپیولارتر باشه توی سریالای ما.
از اون طرف هم راجب دیفیوژن، که چجوری این سریال های ترکی از چه کشورهایی میرن به چه کشورهای دیگه، این نباید فقط به عامل فرهنگ، به عامل جغرافیا بستگی داشته باشه. به زبانم قاعدتا هم بستگی داره، ولی احتمالاً یه سری عامل فرهنگی، ارزش‌های فرهنگ‌های مختلف بیشتر سبب میشه که این دیفیوژن کجاها پتانسیلش شیبش بیشتری داشته باشه. اوکی، خلاصه ما می‌خواستیم بیایم همه اسکریپت‌های این سریال ترکیه رو نگاه کنیم. اولا که دسترسی نداشتیم به دیتا، دومن توان محاسباتش اون موقع نداشتیم توی اون هفته، برای همین رفتیم سیناپس سریال رو برداشتیم. سیناپس در واقع اون خلاصه چند پاراگراف یا یه صفحه از فیلمه که سعی میکنه تا جایی که میشه فیلمو لو نده و اتفاقات مهمو بگه. یعنی یه جورایی سیناپس سعی میکنه که اون قوس داستانی رو تا حد خوبی نشون بده. یه سری مشکلات هست راجع به سیناپس ها که حالا میشه سرش بحث کرد، ولی راحت ترین دیتایی بود که میتونستیم برداریم. ما از 2004 به این طرف رفتیم، خلاصه تمام اطلاعات این سریال های ترکی رو برداشتیم و اولین کاری هم که کردیم این بود که بریم استوری آرک این سیناپس ها رو در بیاریم. چیزی که جالب توجهه، من عذرخواهی میکنم که این محورهای من عدداشون فونتاشون بزرگ نیست، این پروژه در حد دو سه هفته جوونه، خیلی هنوز جای کار داره. دیدیم که میشه 4 تا گروه کلی پیدا کرد برای داستان ها توی سریال های ترکی و همشون تقریبا از این خمه چیز خوب شروع بشه، چیز بد تموم بشه، خوب شروع بشه، بد تموم بشه، یا بی تفاوت تموم بشه پیروی میکنه. یعنی اگر ما بیایم این 4 تا آرک مشخص و فراوانیش رو ببینیم، میبینیم که تراژدی بیشترین فراوانی رو داره بین سریال های ترکی، بعدش رایز فاله، یعنی همه چیز خوبه بعد بد میشه، بعد این منینه هوله که چیزو بدن، این چیزی که تو آمریکا پرفروشترینه، آخرش هم اینه که کلن چیزا بدن خوب میشن. و بعد نگاه میکنیم اگر شما متوسط بگیرید روی تمام سری زمانی های سریال های ترکی، یه همچین چیزی میبینیم. این که من با سرنگ دارم نشونشون میدم به خاطر اینه که این ابتدای ما سگمنت بندی کردیم، تمام سیناپس رو به 3 قسمت تقسیم کردیم. قسمت آبی متوسط سری زمانی اول، سبز دوم، قرمز سوم، و این نقطه هایی هم که میبینید متوسط هر کدوم از رنگا رو محور وایشه. یعنی مثلا این نقطه داره میگه که سگمنت اول این داستان متوسطش اینه. و همینطور که میبینید فیلم از جای خوبی شروع میشه، ادامه پیدا میکنه، ناراحت میشه، حالا یه ذره بهتر میشه، ولی اینجوری نیست که اتفاق خاصی بیفته. و خب قاعدتا فلکچویشن داریم، فلکچویشن ها سبب میشن که شما انگیج بشید به داستان و غیره. خب این آنالیز ابتدایی کار. بعد اومدیم دیدیم خب این سریال های ترکی کجا پخش شدن. چیز خیلی جالب اینه که میبینیم که سریال ترکی توی مثلا کشورهای تحت تاثیر فرهنگ آمریکایی، مثلا نورث آمریکا یا اقیانوسیه، اینا خیلی کمن. از اون طرف توی آسیا زیادن، طبیعیه. آفریقا تا یه جایی، ساس امریکا به شدت قابل توجهه. راجب اروپایی کمی بحث سرش هست، چون این همه جای اروپا نیست و حالا جلوتر میگه. اما چیزی که تو این نمودار مهمه اینه که این چرا آمریکا جنوبی اینقدر زیاده، مثلا نورث آمریکا اینقدره ولی مثلا یه دفعه جنوب آمریکا اینقدر زیاده. بعد اومدیم این هیت مپ رو کشیدیم که خیلی هیت مپ بدیه از نظر من، و چون این دو تا دیتا مختلفو داره یه جا نشون میده. ببینید ما این نقشه دنیا رو داریم، اونهایی که سفیده ما دیتا نداریم راجبه رنگ. رنگ داره نشون میده که از کم رنگ به پر رنگ فاصله فرهنگی از ترکیه است. این یه معیاریه که جامعه شناسا تعریف کردن. جامعه شناسا یه باکسی دارن، این یا حداقل این میجر از اونجا میاد با 1000 تا پارامتر مختلف، مثلا اینکه کی به خدا اعتقاد نداره، کی به خدا اعتقاد داره، لاب لاب لاب، میان یه متری درست میکنن و میگن که این دوتا جامعه چقدر لازم فرهنگی با هم دورن. یعنی هر چقدر تیره تر میشن میبینید دورن. مثلا این کشور سیاه رو میبینید این بالا، این سوئده. سوئد مثلا دورترین کشوره به ترکیه از لحاظ فرهنگی. بعد مثلا همونطور که میبینید مثلا روسیه نزدیکتره به ترکیه از لحاظ فرهنگی تا هند، مثلا تا استرالیا. یا اوکی، نقاط سیاه، اون شعاعشون، اون دیسک ها به شما دارن فراوانی سریال های ترکی تو اون منطقه رو نشون میده. مثلا اگر نگاه کنید اینجا یه تمرکز جدی از این دیسک های سیاه هست و این بالکانه، کشورهای بالکان، این پایین اروپا شرقش خیلی نزدیکند یه جورایی
از لحاظ جغرافیایی به ترکیه، ولی لزوما فرهنگی نزدیک نیستن. ولی به بعضی جاها رو که نگاه میکنید که نزدیکی زیاده، میبینید این دیسک خیلی بزرگ میشه. خلاصه ما اومدیم اینو از این کارهای یه ذره آماری تر که درست تر ببینیم انجام دادیم. محور X فاصله فرهنگی از ترکیه است. محور Y تعدد سریال های ترکیه. همونطور که میبینید هر چقدر فاصله فرهنگی زیاد میشه، این تعدد هم کم میشه. این کشور آخری هم ترکیه است. بعد این رنگ این نقطه ها هم داره به شما در واقع قاره ها رو نشون میده. و برای اینکه اینو یکم بهتر ببینید، من اگر تمام این نقاط رو اینجا تقسیم بندی کنم به سه دسته، یعنی کشورهایی که از لحاظ فرهنگی یکم فاصله دارن، متوسط فاصله دارن و زیاد فاصله دارن، میبینید که الگوی فراوانی داستان ها همون چیزی که گفتیم. تو کشورهایی که از لحاظ فرهنگی به ترکیه نزدیکن، اونا بیشتر از همه همین قصه های تراژدی رو پسندیدن، اینا بیشتر از همه پخش شدن تا مثلا این سه تا بقیه رو. و این الگو تکرار شونده است توی هر سه تا. یه کار دیگه ای که ما کردیم این بود که اومدیم سریال های ترکیو، مثلا اینا محور ایک سریال های مختلف هن و اینا معروف ترین هن، این که تو چه سالی کجا پخش شدن رو نگاه کردن. اگر نگاه کنید میبینید که قاعدتا یه مؤلفه زمانی وجود داره که هر چقدر سریال دیرتر اومده احتمالا دیرتر بیشتر پخش شده. خب اینم طبیعیه. بعد اومدیم مثلا اینو قاره به قاره نگاه کردیم و کشور به کشور، مثلا دیدیم که توی یک کشوری مثل مصر یه تعداد زیادی سریال ترکی آداپت شده و این فاصله در فقط فاصله جغرافیایی نشون میده. هرچند شما از شرق میرید، از چپ میرید به راست، میبینید این فاصله که زیاد میشه این کشورهای مختلف میان ولی رنگ عوض میشه. یعنی لزوما فاصله جغرافیایی به شما نمیگه که آیا این سریال ها دیفیوز کردن یا نه. بعد ما اومدیم رفتیم دوتا سریال خیلی معروف رو برداشتیم. این سریال حماسی قصه حرمه. خب از این سریال هایی که ملت های زیادی میتونن باش ارتباط برقرار کنن. برای همین شما وقتی روی زمان از کم به زیاد میرید، یعنی از 2011 میایید تا 2020، میبینید که محور عمودی داره به شما فاصله از ترکیه رو نشون میده، فاصله جغرافیایی. خب زمان شیلی چقدر زیاده چون فاصله اش زیاد. میبینید که هر چقدر زمان بیشتر میشه، مثلا ما اینجا ایران رو داریم، امارات رو داریم، نمیدونم قبرس رو داریم، این اول داستان، اول شروع دیفیوژن این داستان کشورهایی که جغرافیایی نزدیکن، ولی سرانجام این میره جایی که کشورهای دورتر هم هستن چون خوراک فرهنگی مناسبیه. شیلیه بالاخره قصه تاریخی رو میخواد ببینه، ژاپنی میبینه، بلوویا میبینه و اینکه کماکان فلکچویشن هم داریم، مثلا آلبانیا یا لاتویا، اینا کشورهای مثلا این کشورهای شرق اروپا یا کشورهای بالکان، اینا که ازبکستان با اینکه نزدیکن دیرتر رفتن، ولی میبینید که چپ و راست این نمودار قابل قیاس. اما اگر شما یه سریال خیلی تیپیکال تر دنیای ترکیه رو ببینی، این سریال عاشقانه ها و این داستان ها، میبینید که الگو متفاوته. یعنی شما اول کار یه سری کشور هستن مثلا بلغارستان، ایران، بعد پاکستان، بعد یهو پیک میزنه میره سمت شیلی و شیلی میاد دوباره پایین، بوسنی و هرزگوین، فلسطین اشغالی، اوکراین و همینطور دوباره میره بالا و الگو اصلا شبیه قبلی نیست. یعنی حالا غیر از این ابتدایی هم که خب اینها کشورهایی هستند که به شدت سمت سینمای طرفدار سریال های ترکن، ولی بعدش میبینید که این افت و خیزه بالا و پایین داره. مثلا یه همه میبینید مصر این آخر اومده اینو گرفته، در صورت که خیلی عجیبه که چرا مصر این کارو کرده. و اینا الگوهای جالبی هستند که ما میبینیم. حالا این پروژه ما تازه شروع کردیم، کلی سوال و کلی هم انقل تو اینا هست و این یک پروژه توی چیزی که بهش میشه بگی علوم کامپیوتیشنال سوشال ساینس. و خب حالا چون من تو دانشکده فیزیک دارم به صورت آنلاین سخنرانی میکنم، خواهم یه چند تا اسلاید که خیلی سر این دغدغه جدی و حساسی دارم و بگم. خوشحال میشم اگه کسی نظری داره بشنوم. به وقتی من میگن علم چیه یا حالا فیزیک چیه و یا خیلی وقتی به من میگن کاری که تو میکنی فیزیک هست یا نیست،
من جورای مختلف جواب میدم بس اینکه طرف کیه. ولی این جان هاپفیلد که خیلیاتون که نوروساینس خوندید میشناسیدش، یه حرف بامزه میزنه که علم از نظر من اینه که آقا یه مسئله رو، یک پدیده رو من میخوام بفهممش و برای اینکه بفهممش سعی میکنم روش آزمایش کنم، آزمایش رو تکرار کنم و به صورت عددی درک ازش درست کنم. من به این میگم ساینس. حالا کاری ندارم اون پروژه چی. خب حالا این خیلی کلیه، برای همین برای من توی علم تا زمانی که آدم اندازه گیری کنه و بتونه آزمایشاشو تکرار کنه و بتونه حرفای درست درمون عددی بزنه علم. بعد یه ویدیوی هست از فایمن که آخرش هم این ویدیو پخش نشد. فایمن یه ویدیویی داره توی اون مجموع مصاحبهاش با بی بی سیه که اونجا میگه social science is not a science, it's a pseudoscience. و در ادامه میگه که خب حالا اینو میگه، میگه که social science is not a science. اولا they follow the forms، میگه همون کاری که ما میکنیم و عداشو در. بعد they gather data، خب آره یه دیتایی هم به دست میارن، ولی they don't get any laws. بعد they haven't found any anything. هیچی هم که دستشون در نیامده. They haven't gone anywhere yet. هیچ جا هم نرفت. این حرف خوب حرف اشتباهی نیست. به علت این که وقتی شما خودتون در جای فایمن به معنی فیزیکی، کسی که میتونه آزمایش ها رو به شدت تکرار کنه و هر پارامتری رو دونه به دونه تغییر بده و اثرش رو روی بقیه چیزا ببینه، نمیتونه قبول کنه این کارهایی که جامعه شناسا میکنن علمه. به خاطر اینکه مثلا شما نگاه کنید به سرم، حجم آزمایش ها، حجم تکرار ها، حجم اون آنسامل هایی که برمیدارن، بعد یه همه یه پیپری میاد توی جامعه شناسی، میگن رفتیم توی یک مدرسه ای 17 تا دانشجو برداشتیم، یه دانش آموزا این آزمایش رو کردیم، نم ریزالت. و شما به عنوان یه فیزیک دان میگه خب that's a single realization. نه تو باید بری مثلا توی تمام مدارس توی فلان جامعه آموزش باید اینقدر بزرگ باشه، بعد اینقدر خطا داشته باشه، این فلان این حرفا. برای همین لزوماً جامعه شناسی و یا حالا علوم اجتماعی و از نگاهی که مثل فایمن سخته که به عنوان علم قبول کنه. حالا اینکه خوب یا بده یه بحث دیگه است، ولی اینو باید تمیز و تشخیص داد که تا زمانی که ما نتونیم داده زیاد درست در بیاریم و بعد از اون قانون پیدا کنیم، همون کاری که ما تو فیزیک کردیم برای گرانش برای اینها، نمیشه اینو اسمشو گذاشت فیزیک، نمیشه اسمشو گذاشت علم. یعنی اون کارهایی که ما توی این 100 سال 200 سال گذشته توی علم کردیم یک حجم زیادی آزمایش پشتش. تو پرانتز بگم که همونطور که سوشال ساینس علم نیست، ریاضی هم علم نیست، چون ریاضی هم مستقل از طبیعت به طور عمومی پیش میره. شما نظریه ریاضیتون، حکم و فرضاتون نیاز نداره که از طبیعت تایید بگیره. برای همین ریاضی ریاضی علم، علم بقیه چیزا هم بقیه چیزا. حالا یه چیزی تهش میگه که خیلی حرف مهمیه و آدم ها اینو فراموش میکنن، میگه آقا درسته اینا این کار رو نکردن، maybe someday they will، یعنی یه موقع شاید این بشه. و این همون اتفاقیه که با شروع کامپیوتیشنال سوشال ساینس داره انجام میشه. یعنی ما الان برخلاف گذشته توی زمانی هستیم که دیتای زیادی داریم و شروع کردیم اون کارهایی که قبلا با سامپل‌های کوچیک انجام می‌شد رو با سامپل‌های بزرگ انجام میدیم، سعی می‌کنیم نظریه درست کنیم و نزدیک بشیم به اون چیزی که علم هست. بعد من یه گفتگویی داشتم خیلی اینفورمال با یکی از دوستان و داشتم بهش میگفتم که عطر آن است که خود ببوید نه آن که عطار ببوید. گفتم آقا هر چیزی که آخرش گذاشتن ساینس، این ساینس نیست. و قرار شد که این اینفورمال کانورسیشن سالها بعد که من دکتر شدم و اینا پخش بشه. مثلا دیتا ساینس ساینس نیست، نمیدونم سوشال ساینس، هر چیزی که تهش بخوام بگن این ساینس، خب حتما ساینس نبوده که دارن یا زور میزنن به چسبونن بهش دیگه. مثلا این فیزیک، خب نمیگیم فیزیک ساینس، میگیم فیزیک تکلیفش مشخصه، میگیم زیست شناسی تا یه جایی. خب اما اینی که میگم کامپیوتیشنال سوشال ساینس میتونه ورود این ماجرا باشه به روش‌های علمی، به روش یعنی به متدولوژی استاندارد علمی، این هم آرس هم نه. یعنی خیلی از اوقات واقعا آدم یه سری کارها رو میبینه، اینها نه اینکه کار بدی باشن ولی کار علمی نیست. من یه جایی، چون اصلا بعضی چیزها قابلیت راستی آزمایی دیگه ندارم. ببینید من اگر به شما بگم بار الکترون اینقدره،
توی ایران انقدره، توی هند انقدره، پارسال انقدر بوده، امسالم انقدره، یعنی گزارش شده که انقدره. بعد یه آدم یه نظر یه جامعه شناسی یه جایی داشت توضیح میداد، میگه آره ما این آزمایش رو کردیم، این ریزالت بوده. بعد یه آدم 10 سال بعد رفته بود اون آزمایش رو تکرار کرده بود و جواب کاملا متفاوتی گرفته بود. بعد اون آدم اولیه میگفت من نمیگم کار شما با کار من در تضاده، ولی اون جامعه که من روش آزمایش کردم جامعه 10 سال پیش بوده، تو رفتی روی جامعه 10 سال بعد، این تحول زمانی روی یه سیستم به این پیچیده ای جامعه رو عوض کرده، و اینکه تو فکر میکنی داری رو همون جامعه آزمایش میکنی این اشتباهه. به خاطر همین یه سری آزمایش ها توی سیستم های پیچیده اصلا یه ذره تکرار پذیری رو از دست میدن، چون اون آزمایش دیگه قابل انجام نیست، چون بالاخره اون جامعه عوض شده اید. مثل اینه که من بگم ایرانی های الان با ایرانی های 10 سال پیش با 1000 سال پیش، خب ما ایرانی های متفاوتی هستیم، چیزهای مختلفی میخوان. برای همین این خیلی مسئله جدیه که این کارا چیکار میکنه. از طرف دیگه راجر پنروز حرف خیلی خوبی میزنه، میگه لزوما علمی نیست که ما جمع و تفریق میکنیم، لزوما این نیست که پلات میکشیم میتونیم 4 تا محاسبه انجام بدیم، علم فراتر از این حرفه. و من حالا این آخر سر ما میگم که خب اگر من این حرفا رو میزنم از من پرسن پس چرا تو خودت هم از این کارا میکنی؟ ببینید اینی که بعضی مخصوصا شما دانشکده فیزیکید، مخصوصا توی دانشکده های علوم پایه دنیایی زیاد میشنوید این کاری که تو میکنی فیزیک نیست. خب نباشه، خب چی کار کنم؟ ببینید فیزیک یک روش علمی داره، یک متدولوژی داره، و وقتی ما میگیم یه چیزی فیزیک هست یا نیست فقط معنیمون اینه که این توی متدولوژی قابل درکه. وقتی من میگم این فیزیکه میدونم انتظاراتم اینه. حالا اگر یه چیزی فیزیک نبود این معنیش این نیست که بده، معنیش اینه که باید انتظاراتمونو متناسب با اون متدولوژی که اونا دارن استفاده کنن پیش ببریم، چون من نه فرضیه عمومی دارم نه چیزی، یک سری داده دارم یک سری تحلیل دارم و این اینه. چقدر اینا رو میتونم ادامه بدم، چقدر میتونم حرفای کلی تر بزنم؟ almost none. خوبی کاری که ما توی فیزیک کردیم در گذشته این بوده که میتونستیم اکسپند کنیم، میتونستیم ایده هامونو گسترش بدیم. اما توی اینجور مسائل خیلی از اوقات ما یه نظریه داریم برای یه چیز خیلی کوچیک و نمیتونیم از این تئوری بپریم اون تئوری دیگه. و خب همینه که هست، دنیا خیلی پیچیده تر از اون چیزایی که، دنیای ما دنیای اتم هیدروژن نیست، دنیای ما خیلی پیچیدگیش بیشتره. و تازه حواسمون باید باشه که فیزیک هم اول کار علم نبوده، فیزیک هم اول کار فلسفه بوده، فلسفه هم اول کار اصلا روش علمی نداشته و بعدن روش علمی پیدا کرده و قدم به قدم شده این چیزی که امروز هست. کی میتونه فیزیکو درک کنه بدون اون کارهایی که مثلا نیوتن کرده، بدون اون ابزارهای ریاضی، یا مثلا چه جوری اصلا فیزیک معنی میتونست پیدا کنه بدون اون حجم تجربه‌ای که یه آدمی مثل گالیله گذاشت؟ و شاید علوم اجتماعی هم امروز تو همون وضعه، نوروساینس هم تو همون وضعه، که خیلی از گام‌هایی که برداشته شده نزدیک شده به اون چیزی که جریان علم دنبال میکنه و خیلی از گام‌ها در آینده قرار انجام بشه. و این لزوما به معنای چیز بدی نیست. خیلی از اوقات من بچهای کامپلکس سیستم میبینم که خیلی حس بدی پیدا میکنن وقتی یکی بهشون میگه اینکه فیزیک نیست. خب نباشه. اولا که اکثر این آدم ها علکی میگن، چون اون آدم ها مثلا کیهان شناسه، بعد خودش اون کیهان شناسه مثلا سالید استیت فیزیک هم فیزیک حساب نمیکنه. این خیلیشون که تعصبیه. ولی اونایشون هم که تعصبی نیستن و حرفشون به جایه، نباید شما رو یا کسی که این کارو میکنه یا منو ناراحت کنه، چون سرانجام این کاریه که باید انجام بشه. ما مجبوریم این کارو بکنیم. یه زمانی تو تاریخ علم مردم مجبور بودن برن دنبال علم کیمیا. خب کیمیا علمه، بله امروز علمه، چون ما میتونیم اتم‌ها رو به هم عوض کنیم توی فرآیندهای هسته‌ای، ولی خب اون موقع می‌خواستن مردم کیمیکال این کار رو انجام بدن، اون موقع نمیشد، اون موقع جادو جنبل طور بود، ولی خب الان علمه، الان اون وجود داره توی یه شکل دیگه. و شاید خیلی از این کارهایی که الان داره انجام میشه تا چند سال دیگه برگرده توی روش علمی قشنگ فیت بشه و درست بشه. و خب کار ما هم همینه دیگه، کار ما همینه که این کار رو انجام. خیلی خب، من از منبرم میام پایین، از شما تشکر میکنم و امیدوارم که حوصلتون رو سر نبرده باشم. مرسی مرسی مرسی. خب بپرسید سوالاتونو. سعیده سلام. من اظهار نظرم بکنم به عنوان
کسی که ادای کامپیوتیشن و سوشال ساینتیست رو در میاره. معرفی کن اول که کسی نمیدونه. من سعیدم، فوق لیسانسم شهید بهشتی بودم، لیسانسم از زهرا بودم، فیزیک بودم، بعد اومدم اینجا الان در دانشگاه یونیورسیتی کالج دابلین در رشته کوانتیتیتیو اند کامپیوتیشنال سوشال ساینس که بهترین ترجمه که برش پیدا کردم همون جامعه شناسی آماری بوده. ولی نمیدونم که چقدر اجازه اظهار نظر در رابطه با این موضوع دارم، ولی در مورد قسمت آخر صحبت یه کلاسی داریم این ترم من باید بگذرونم به خاطر که الان در دانشکده جامعه شناسی هستم و اون سوشال ساینس متدولوژی بود که تو این 5 جلسه اول همش این بودش که آیا ما میتونیم مثلا به جامعه شناسی بگیم علم و مثلا چه کم و کاستی هایی داره و چه تفاوت هایی داره با natural sciences که همون مثلا فیزیک و زیست و الاخر میشه. به نظر یه چیزی که مثلا چیز مفیدی بود که از توی این کلاس در اومد این بودش که مقایسه جامعه شناسی با فیزیک خیلی مقایسه گنده‌ایه. خیلی چیزهایی که ما توی فیزیک داریم و خیلی جاپامو محکم تره رو توی مثلا بیولوژی، توی زیست شناسی هم نداریم، توی زمین شناسی هم نداریم. یعنی ما توی فیزیک خیلی راحت تر با استناد بیشتر با رپلیکیشن با همه چیم توی راجبه چیزهای حرف بزنیم که اینا رو توی چیزهای دیگه نداریم. من یه چیزی نسبت بگم، بله، اونایی که بیگ بنگ تئوری رو دیدن یه جایش هست که سلدن توش میگه که زمین شناسی مثل کارداشیان علمه، یعنی آره میگه کارداشیان اکتورام زمین شناسی توی بقیه علوم پایا. آره ادامه بده. آره من همینم درستش کنم تا یه بدترش میکنم. و به نظرم یعنی اولش که این بحثا خیلی بحثا بیهوده ای از اولش، یعنی به نظرم وقتی یه سوالی داریم و میخوایم دنبال جوابش بگردیم، سوال داریم و میخوایم دنبال جوابش بگردیم، و یکی از اصلا اهداف آدم هایی که خودشون رو دانشمند حساب میکنن یا خودشون رو ساینتیست حساب میکنن اینه که برن و کنجکاویشون رو برطرف بکنن و حالا دنبال چیزهای دیگه هم هستن و دنبال کشف چیزهای مختلف هستن، ولی مسئله اینه که کنجکاویمون برطرف بشه. حالا ماها که فیزیکی هستیم یا بودیم یه سری ابزار داریم، این ابزار رو هر جا که سوال برامون به وجود میاد میذاریم و نتیجهشو میگیریم. حالا اینکه چی علمه یا چی علم تر از چیز دیگه یه ممکنه یکم سوالای فلسفی باشه که ماها آدمای عدد دوستیم خیلی نخواهیم بریم سراغ سوالای فلسفی. ولی یکی این بود و یکی یه حرف دیگه که زدی در مورد اینکه مثلا اتم ما امروز نگاه بکنیم یه عدد کنارشه، یه سال دیگه هم نگاه کنیم یه عدد کنارشه، ولی در مورد جامعه نمیتونیم حرف بزنیم. فکر میکنم که یکم بعد اینجوری بهش نگاه کنیم که وقتی داریم راجع به یه جامعه نگاه میکنیم و 10 سال دیگه میریم راجع به همون جامعه حرف میزنیم و انتظار بیهوده ایه که من بخوام یه عدد همچنان در بیارم به خاطر اینکه اتمم عوض شده، به خاطر اینکه اون چیزی که داشتم نگاه میکردم به صورت پایه‌ای عوض شده. در نتیجه این انتظار مسخره ایه که من برگردم بگم که چیز داشته باشم. انتظار که آره، ولی مسئله اینه که وقتی شما یک نظریه داری و نمیتونی اینو تکرارش کنی، آزمایشات رو نمیتونی تکرار کنی، این در تضاد اون چیزی که بهش میگن روش علمی. آره من با این حرفت هم مشکل دارم که میگی نمیتونی تکرارش بکنی، برای اینکه وقتی راجع به جنرالیزیشن همه چیزو نمیگم، ولی بعضی چیزا رو واقعا نمیشه تکرار کرد. آره نه، همچنان اینکه ما به اون خوبی سوشال ساینس به خوبی فیزیک نیست قبول دارم، ولی همچنان چیزی که یه حرفی که زدی اینه که ممکنه تو قبلش باشیم، قبل از اینکه به پختگی فیزیک رسیده باشیم. یعنی فیزیک الان به پختگی رسیده که حالا تو این کتابای فلسفی نگاه کنیم میگن از یه پری ساینسی شروع شده که مثلا زمان ارسطو بوده، بعدش رفته سراغ ساینس شماره 1، بعد رولوشن اتفاق افتاده که حالا مثلا کوانتوم بوده، نیوتن بوده، هر چی بوده، بعد الان توی ساینس شماره 2، بعد احتمالاً این پروسه انقدر تکرار میشه تا بهتر و بهتر و بهتر میشه. و حرف اینه که ممکنه
جامعه شناسی توی پری ساینس باشه. ولی مهم. همچنان اینطوری نیستش که ما میگیم که جنرالیزیشن وجود نداره و وقتی آدم ها... اگه واقعا یک آدمی بره راجع به یه مدرسه ای یه نظریه بده، نظریه بیهوده ایه. ولی آدم ها با وجود دیتا ها، با به خاطر دیتا هایی که الان هست و به خاطر ابزارهای بیشتری که الان هست میتونن جمله های عمومی بیشتری بدن راجع به چیزا آره که میتونن، ولی خب هنوز خیلی ندادن بپختگی. که حرف این نه حرف مثلا سگرگیشن تئوری ببخش مثلا سگرگیشن تئوری چیزیه که اتفاقا از فیزیک با کمک فیزیک بهش رسیدن و یه حرف گنده ایه و یه حرفیه که میتونن راجع به تقریبا همه جمع بزنن و به اندازه کافی به نظرم عمومی هست. همینو مثلا راجع به مکسیو تئوری میتونم بگم، راجع به چیزهای دیگه میتونم بگم. یعنی مثلا یه چیزهایی هست که ممکنه به نظرم به اندازه کافی همه مثلا متفق القول هستن و به اندازه کافی آزمایش روش انجام شده که برگردم بگن این اتفاق میفته. میگم به اندازه فیزیک به اون نقطه نرسیده ولی در حال رسیدن. یه چیزی هم که واسه ما باشه که قرار نیستن همه چیز فیزیک بشه، یعنی گارانتی آره. وجود نداره. به ما ایده تمام حرف من، یعنی حرف من اینه که از لحاظ روش علمی شما هر موقع یه نقطه یا یه نمودار نشون میدی و برای این یه ارور بار بذاری. معمولا ما توی فیزیک دنبال اینیم که این ارور باره تا جایی که میشه کوچیک باشه و این لازمش خیلی از اوقات دیتای خوب و دیتای زیاده. و اینی که من میگم جامعه شناسی هنوز به اون نرسیده بخاطر اینکه ما دیتا راجع به خیلی چیزا نداریم. یکی از مشکلات جدی من با کامپیوتیشنال سوشال ساینتیست ها اینه که خدا شکر توییتر حالشون رو گرفت، این بود که اینا اومدن یه حجم زیادی آزمایش خوب انجام دادن روی توییتر که خب بعضی کارا واقعا جالبه، بعضیا واقعا خوبه، و بعد کم 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 این فضا تبدیل میشه به اینکه خب این سوشال مدیا به کنار، توییتر فقط یه بخشی از اونه و این با جامعه انسانی هنوز فاصله داره. و این به خاطر اینه که ما خب میتونیم توییتر رو اندازه گیری کنیم، میتونیم کار روش بکنیم، ولی مثلا نمیتونیم مستقیم روی جامعه حرف بزنیم. و اینه که من میگم ما داریم کم کم میریم به اون داستانهایی که بتونیم یه نقطه رو روی نمودار با یه قطار نشون بدیم به این خاطر. یا مثلا توی همین اپیدمی هم همینطوره. ببینید مثلا ما میتونیم آب و هوا رو به عنوان یه سیستم آشوبناک مطالعه کنیم و اوکیه، ولی مثلا اینکه اگر من بگم فردا صبح بارون میاد، بارونی ها اینجوری ابرا نمیگن که خب چون عباس گفت ما دیگه بارون نمیای. سیستم کیاتیک هست ولی به واسطه ذاتش. اما راجع به اپیدمی چون با مردم در تماسیم و مردم لوپ فیدبک دارن، به محض اینکه من به مردم فردا بگم این مدل قرنطینه روتون هست، رفتار مردم عوض میشه. یعنی اون مدل سازی ها باید همیشه این لوپ هایی که در رفت اومدن رو در نظر بگیرن. یا یه چیز دیگه ای که ما توی فیزیک بلدیم زیاد میبینیم، ما یه چیزایی داریم به اسم فاینایت سایز اسکیلینگ. ما بلدیم که توی فیزیک وقتی سیستم ها رو میخوایم مدل سازی کنیم، بیایم یه تئوری بنویسیم مثلا حتی ترمودینامیک، بعد با تجربه نظری های اندازه محدود بیایم اینا رو توی سایزهای محدود ترم بنویسیم و بفهمیم که چجوری اثر سایز محدود رو میشه پروپاگیت داد به سیستم های بزرگتر. خیلی از اوقات بعضی از آزمایشات تو جامعه های انسانی یا توی سیستم های پیچیده به طور کلی اصلا این قابلیت رو نداره. شما یه دونه سیستم سایز داری و یه دونه آزمایش بیشتر روش نمیکنی و نمیتونی واقعا بگی که این فاینایت سایز ها چجوری به هم وصلن. و اینها خیلی جای کار داره که بشه وصلشون کرد و حواسمون باشه که این بحث انتظارات. انتظار من اینه که اگه من توی نمودار فیزیک دیدم این تابع اینجوری رفتار کرد، میدونم معنیش واقعا این بوده، ولی وقتی خطاهام زیاده و نمیدونم این خمام داره از کجا میاد نمیتونم. و اینکه یه چیزی هم من باهات هم نظرم که میگه بعضی وقت اصلا سوال بیهودن، اینم اوکیه، اینم که خیلی سوال. آره یه چیز دیگه هم که به نظرم خوبه بهش اشاره کنیم اینه که تا زمانی که پول هست آدم ها کار خودشون رو میکنن، تا زمانی که جامعه شناس ها حقوق میگن جامعه شناسی انجام میدن، تا زمانی که فیزیک ها فیزیک میگیرن. این حرفایی که ما میزنیم که از بیهودگی در میاد، اون موقعی که دولت مردی میخواد تصمیم بگیره یه بودجه رو چجوری تقسیم کنه بین دپارتمان های مختلف، یا مثلا گروه کامپلکس سیستم بهشتی یهو تصمیم میگیره که سه تا استاد بیشتر هم استخدام کنه، بعد اون موقع میگن نه این که فیزیک نیست، بعد باید برید چونه بزنید. برای همین آره یه ذره بیهوده است توی لول شخصی خیلی وقتا،
من خودم شخصا کر نمی کنم، ولی گاهی از اوقات توی یه مقیاس های بزرگتر این به نظرم سوال خوبیه که پرسیده بشه و مردم جوابشو بدونن تا یه جایی. به نظرم یکی دو نفر دیگه سوال کردن. یکی بچه سوال داشت. مژگان سوال داره. مژگان بگو. سلام عباس، مرسی، ممنونم بابت این سخنرانی جذابه. عنوان دومی خیلی منو جذب کرده بود که مشتاق بودم ببینم چی داری میگی. من از این بحث ساینس بودن یا نبودن کامپلکس سوال ندارم. یه سوالی برای من پیش اومد اونجا که داشتی راجع به خط سیر داستان فیلم ها میگفتی، The Man in the Hole. یه با شهودم قابل درک نیستش که چطور ممکنه خط سیری که The Man in the Hole رو گفتی ولی انتهای ماجرا از ابتدای ماجرا بدتر باشه. این فکر کنم بیشتر پاپیولر بود، درسته؟ اینو درست میگم؟ این خیلی یه ذره بر من عجیب بود و بگم چرا عجیبه؟ احساس میکنم این که دقیقا خودت هم بهش اشاره کردی که در مورد کتاب ها فقط اومدن واژه ها رو نگاه کردن ولی فیلم ها پارامترهای دیگه ای داره. فکر نمی کنیم این حداقل یه پارامتر دیگه اگه بذارید برای اینکه مثلا خط سیر فیلم ها رو بگید بیان طبقه بندی کنیم خیلی ممکن رو نتیجه اثر بذاره. شنیدونم مثلا موسیقی، نمیدونم، من فکر میکنم خیلی قابل اعتماد نیست چون حداقل یکی با شهود من نمیخونه. نه ببین دقیقاً چی با شهودت نمیخونه، من هنوز اون نفهمیدم. اینکه چرا تهش پایینه بالاتر نمیره؟ ببین چون این داده های اسکریپت فیلم هایه خب و این فقط داره روی اسکریپت حرف میزنه. اینکه این نمودار دقیقاً فضای کلی فیلم رو نشون میده ممکنه مثلا آخر فیلم خیلی چیزه، من اینا نمیتونم بدون انجام دادنش بگم، که شما مثلا تصاویر فیلم هم در نظر بگیری و بتونی اینو کالیبر کنی. من بعید میدونم اسکریپت قراره تمام، من متخصص سینما آخه اونقدر نیستم، ولی تا جایی که میفهمم فیلم نامه نمیتونه اونقدر را پرت باشه از این شادی یا خوشی یا گود نیوز بد نیوز یه فیلم، میدونی؟ یعنی ولی تأثیری که فیلم میذاره با تأثیری که کتاب میذاره یکی نیست، اینم به طور شهودی میبینی. آره میتونه، ولی لزومن ببین مثلا تو یه فیلمو قصه‌ش هم میخونی شاید اثراش متفاوت باشه، ولی اینجوری نیست که خم عاطفیش عوض شده باشه که، مگه اینکه طرف تصمیم گرفته باشه بکوبه از نو بسازه. یعنی شما مثلا فرض کن که کتاب مثلا بلندی های بادگیر رو میخونی و بعد بلندی های بادگیر رو فیلمش رو میبینی، اینجوری نیست که فیلم کرواش و قوس های داستانش عوض بشه که، حالا شاید یه کمی کالیبر شدن و ایناش عوض بشه، یه کمی عمق در عوض بشه، ولی این بیگ پیکچر و تغییرات کروچر احتمالا عوض نمیشه. حالا نمیدونم، عرفان هم فکر کنم بود اینجا، حالا عرفان شاید بتونه روی این چیزا بهتر یه کامل. چیز دیگه هم بپرسم، حالا دیگه من میکروفونم رو میوتش کنم. این دستبندی هایی که به دست اومده، حالا چه 6 تا چه اون 4 تایی که شما دیدین، این توی فرهنگ و کشورهای مختلف هم یکی میتونه باشه؟ یعنی مثلا شما سیر داستانی های ایران رو ببینید اینطوریه؟ نه، این پروژه ماه که مثلا اگر شما کشورهای مختلف رو ببینید این کروا چه جوریه، این یونیورسال نیست، این توی یه زبان خاص یا یه کشور خاص ما دیدیم. همونطور که مثلا فراوانیاشون هم متفاوته، مثلا توی یه کشور اینو بیشتر هم سازم توی یه کشور دیگه. آره الان برای من جذاب شد مثلا تو کشور خودمون بدونیم چه جوریه. توی اینا ما یه کاتگوری داریم که همه ازدواج میکنن آخر فیلم، همه شفا پیدا میکنن، این همه آشتی میکنن. این از اونورم مثلا سینمای اصغر فرهادی طور داریم، سینمای عباس کیارستمی داریم که همه چیز توی حال پایینی هست. آره. ارفان بگو. سلام، وقتتون بخیر به همگی. منم خیلی استفاده کردم مجدد. والا حالا من و عباس هم حالا داریم با هم یه فکرهایی میکنیم الان و اینا، من در مجموع موافقم که عرفان متن
عرفان لیسانس کامپیوتر خونده و الان فوق لیسانس سینما میخونه. یه مدتی همینجا آلتو پیش ما بود، حالا ما داریم با هم روی همین پروژه کار میکنیم برای اینکه عرفان رو بیشتر بشناسید. درسته. آره من موافقم که یعنی ما میتونیم دیتاهای بیشتری از یک فیلم رو توی این دخیل کنیم و حالا در واقع ما الگوهای فیلمنامه متفاوتی هم داریم. مثلا این داستانها صورت عمده این نمودارا به سمت نمودار حسی فیلم ها هستن، مثلا ساختارهای روایی یا چیزایی از این سنخ رو در نظر نمیگیرن، اونا هم میتونه دخیل بشه. منتها من در مجموع با اون شهود اولیه شخصی من تا حدی مطابقت داره، یعنی اون حرفی که با نگات میزنم در مجموع با اون طراحی حسی که یه در واقع نویسنده میکنه مطابقت داره. منتها منم موافقم که میشه خیلی فاکتورهای متفاوتی رو دخیل کرد، میشه شاید حتی ما در برخورده با فیلم اگه بخوایم خیلی مطلب خشخاش بذاریم کلا نباید سراغ فیلم نامه بریم، چون فیلم نامه متن فنی به سمت عوامله، یعنی در واقع شاید مثلا همون سیناپس انتخاب بهتری باشه تا مثلا فیلم نامه. حتی ما داشتیم نمیدونم اسم فنی این چیه ارفان، زیرنویس فیلم ها رو بله بله نمیدونم به اون چی میگن تو سینما، ولی حالا اگر شما زیرنویس فیلم رو برداری در قیاس با فیلم نامه اون شاید حتی تکست باز بهتری باشه. بله بله دقیقا، یعنی زیرنویس به خصوص زیرنویس هایی که حامل اطلاعات اتفاقی که روی صفحه میفتن هم هستن، زیرنویس که ایرانی درست نن وسطش. آره آره امیر تحماسبی اینا. خلاصه خیلی به نظر منم یه جاییه که در نطفه است و خیلی باید روش فکر و کار کرد. آره خلاصه حالا ارفان که اینجا نمیدونم سعید رفت یا نه، اونم هست دفعی هم که اینجا من دارم با ارفان این کار رو شروع میکنم. من خب متخصص این نیستم یعنی، ولی دوست دارم که این پروژه رو پیش ببرم تا جایی که میشه به عنوان سایت پروژکت هایی که دارم انجام میدم. بعد دیگه هم چون دارم فارغ التحصیل میشم تا یه ماه دیگه به زودی دکتر میشم، بعدم نمیاد که تیم داشته باشم. خلاصه حالا نمیدونم سعید تو چقدر وقت دازد، من خیلی دوست دارم تو این پروژه به ما کمک کنی و جوین بشی، چون میدونم کارت خوبه و بیلدت هم همینه. از اون طرف هم خیلی خوشحال میشم اگه دکتر جعفری استقبال کنه و یه تیم اینجوری اونجا درست کنیم، چون حالا این پروژه زیاد ابزارهای علم شبکه‌ای نمیخواد و یه بخش عمدهش که دیتا ساینسه، یه بخشش هم ما ایده هامون اینجوریه که بریم سمت لارج لنگویج مودلز و ماشین لرنینگ و اینا که من میدونم این روزا خیلی دارن بهشتی از این کارا میکنن. خلاصه میتونیم ما این پروژه رو از این طرف برای خودمون ببریم، شما هم از این پروژه شروع کنید و یه چیزی مثل سینمای محاسباتی و قصه پردازی محاسباتی توی ایران را بندازین، چون من میدونم آدمای توانایی توی این هست و این هم داره کم کم جدی میشه. یعنی حتی من هم سال نگاه میکردم همین پتر داتز توی ورمونت، اینا یه عالم پوزیشن دارن، پوزیشن های دکترا و پستا که آدم ها از این کار رو بکنن، و یه گروهی هم میشناسم توی تالین که اینا کارشون همین چیزا، یعنی یه مش آدم میشناسم که اینا مثلا سینما خونده بودن اول حالا اومدن از این کارا به صورت محاسباتی میکنن، و یه مش آدم دیگه که حالا اینجا شخصا در ارتباطم، اینها دوست دارم اینا آدم رو یه جور به هم وصل کنم و کار پیش بره. در حال حاضرم که با اون سه تا جامعه شناس دارم کار میکنم، آدمای فوق العاده ای ان. خلاصه هر کسی که دوست داره من خوشحال میشم که این پروژه ها رو یه جوری تقسیم کنیم و پیش بریم. عباس من فقط یه نکته اضافه کنم و اولا که تشکر کنم از صحبت جذاب دومت و بحثایی که دوستان مشارکت کردن. من قطعا خوشحال میشم که همکاری داشته باشیم و میدونم که همکاری خیلی سازنده و بچه های فوق‌العاده اینجا وجود دارن. من یکی از پروژه که اخیرا شروع کردیم، حتی رو بحث این سوشال ما پروژه‌مون رو خیلی باز کردیم و حالا پروژه هایی که با سفارش هم تونستیم بگیریم، ولی یکی از موضوعاتی که حالا نه دقیقا این ولی میشه گفت در این راستاست روی بحث فشنه.
دوستانی ما داشتیم که به این موضوع علاقه من بودن، روی موضوع کار کرده بودن و حالا طبق صحبت هایی که کردیم فهمیدیم که ظاهرا به خصوص دکتر توی این قسمت حاد مهم که صداتون قطع شد. فرمودید آه که توی این قسمت ها ببینم چی؟ حالا آره میگم خواستم یکی از پروژه‌ای که ما حالا در این راستا میتونه نزدیک باشه به شما اشاره بکنم. یه من حتما قطعا استقبال میکنم همکاری شکل بگیره. یکی از پروژه‌ای که ما اخیراً داشتیم توی یکی دو دقیقه من توضیح بدم رو بحث های فشنه. یه سری دوستان داشتیم که توی این زمینه کار کرده بودن و علاقه من بودن و بچه های ارشدمون هستن و قضیه اینه که توی بحث های فشن خیلی کانسپت محور شده، یعنی طبق صحبت ها و حالا مطالعاتی که داشتیم به عبارت انگاری که یه سری کانسپت هایی متولد میشن و حالا فشن ها تلاش میکنن که اون کانسپت ها رو پرزنت کنن. حالا کانسپت ها کجا میاد؟ میتونه اثرات اجتماعی سیاسی و جامعه حال ما رو که تو هنر داره ریپرزنت میشه بیان بکنه. و حالا ایده ای که ما به کار بردیم این بود که ما بین برندهای معروف و کانسپت هایی که تو سالهای مختلف متولد شده دو تا نتورک بسازیم، که یکیش این که دو تا برند از چه کانسپتی با هم دیگه مشارکت کردن لینک بسازیم. یا کانسپت ها رو نوت بگیریم و برندهایی که از این دو تا کانسپت بعدم بینشون لینک بسازیم و تو سالهای مختلف چجوری در آینده چه اتفاقاتی و چه کانسپت های رو بیاد و انتظار دیدن چه چیزایی رو داشته باشیم. این یکی از پروژه‌ای که ما تازه شروع کردیم و حالا دیتابیسش رو داریم کامل میکنیم. و نگاه این که به جای اینکه این برند یا یک کانسپت داره چیکار میکنه بفهمیم که این شبکه یک کانسپت یا شبکه برندها دارن چجوری فکر میکنن و چجوری شما تو زمینه هنر انجام بدید از این نظر شاید به هم دیگه نزدیک باشه و حالا کارهای زیادی به هم دیگه میتونیم توی یه جلسه حالا کسی که علامت هستن یه صحبت حالا مسئله محور و مسئله پیش رو داریم و چجوری میتونیم از هم دیگه کمک بگیریم بیشتر صحبت کنیم. چون صحبت شما بوده و من یه کامنت کوچولو میدم، من صحبت رو همینجا قطع میکنم و بگم که هم از صحبت دومت هم از اثر نظر دوستان من واقعا لذت بردم و استفاده کردم. مرسی دکتر، مرسی. آره حتما خوب میشه. خب من اگر سوالی چیزی نیست سعید جان. ببخشید من فقط یه چیزی میخواستم بگم که من مشکل من یادم رو تشکر کنم، خیلی صحبت خوبی بود، دست درد نکنه. یه توی کنفرانسی یه چیزی من چند وقت پیش دیدم که خیلی برای خودم جالب بود، یه تحقیقی بود که رفته بودن افسانه های قدیمی ایرلندی و اسکاندیناوی رو نگاه کرده بودن و نتورکشون رو درست کرده بودن. بعد از روی نتورک اینا داشتن نگاه میکردن که ببینن که از نظر فرهنگی مثلا اونایی که اسکاندیناوی هم شبیه همن، اینا کهش مثلا چیزو وایکینگا دارن شبیه به همن و چیز متفاوتیه. به نظرم نتورک در بردن فیلم ها ممکنه کار آسونی باشه به نسبت مثلا تکست آنالیسیس، چون که اون خودش یه مشکلات خودش از این کار زیاد کردن. همین گروهی که تالینن من میشناسمشون از این کار زیاد کردن. مثلا اینه که این روز از راحت میشه نتورک در برد، ولی خب سوال خوبیه، یعنی سوالی که ارزش پیگیری و مثلا یه چیز داشته باشه. از اون طرف هم ما باید حواسمون باشه که مثل هر موقع اینتردیسیپلینری انجام میدیم نتایجمون رو ببریم پیش اهل سینما تحویلمون بگیرن، یعنی بگن که آها حالا عرفان داره تز ارشدش رو توی دانشگاه سوره انجام میده. خب یعنی ما ایدمون اینه که یه مش عدد و ضرب و تقسیم کردیم، اون سینمایی هم قبول هم میکنن به همون یه شانسی برای گفتگو بدن. خلاصه که آره حالا من فقط یه چیزی که جمله آخرم بود این بودش که چیزی که به نظر ممکن در مورد سینما مهم باشه اینه که و چیزی که اونا نهش نگاه کرده بودن اینه که نقش قهرمان رفتار قهرمان با آدم های متفاوت چیه. حالا به نظرم حالا من اصلا سینما هیچی بلد نیستم، ولی به نظرم این که مثلا شخص اول فیلم چطوری نتورک میسازه با آدم های دور و برش ممکنه یه کلاس به وجود، کلاس های مختلفی به وجود بیاره.
و حالا اون میتونه یه پارامتر دیگه در کنار این نباشه، همونطور که مژگان داشت میگفتش که چیزه مثلا پارامتر دیگه ای به غیر از خوب و بد بودن آدم هست، ممکنه اینم یکی از پارامتر دیگه اش باشه. همین، ببخشید. باشه.